نونه داغ کباب داغ که میگن همینه. بی ببین چه لباشی درست کردم، بزنی بغل کوبیده حالشو ببری. سلام و درود به آشپزخونه خودتون، خوش اومدید. مراش هستم و امروز میخوایم یک نون لواش حرفه‌ای رو با هم دیگه درست بکنیم. ببینید دوستان، علاوه بر مواد اولیه، داشتن روغن، نداشتن و یه سری چیزای دیگه که باعث میشه یک نون ترتر یا یک نون نرمتر بشه، اینا رو داخل ویدیو کامل بهتون توضیح میدم. یه مطلب دیگه که هست اینه که دو تا چیز رو باید داخل لواش رعایت بکنید، اینکه خمیر رو درست عمل بیارید و اینکه اونو درست بازش بکنید. الان نونوایی‌ها با ماشین‌آلات اتوماتیک این کارو به راحتی انجام میدن، ولی ما داخل منزل اینو نداریم. امروز میخوام روش سنتیشو بهتون بگم که داخل منزل به راحتی بتونید نون رو نازک کنید، مثل تافتون زخیم نباشه و به راحتی اونو برشتش بکنید. تا این ویدیو همراه باشید، لایک و کامنت هم یادتون نره. تو مرحله اول من 1 کیلوگرم آرد دارم که به صورت تقریبی شد 4 تا لیوان بزرگ آبخوری. 11 گرم خمیر مایه فوری دارم که تقریبا میشه 1 قاشق غذاخوری. توی این قسمت چون خمیر مایه فوری استفاده کردم، نیازی به عمل آوردن نداره، خیلی راحت با آردتون کامل مخلوطش کنید. بعد از اون 1/2 قاشق غذاخوری، نون لواش باید یه مقدار خوش نمک باشه، 1/2 قاشق غذاخوری هم نمک بهش اضافه کنید و کامل مخلوط کنید. آب ولرم هم هستش که من همیشه به صورت چشمی میریزم، ولی خب امروز برای اینکه شما هم ببینید، اول از همه 1 لیوان آب ولرم بهش اضافه میکنم. و این روغن، اگر که میخواین نونتون نرمتر بشه بهش روغن اضافه کنید. من برای 1 کیلو آرد تقریبا 3 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنم. اگر هم که میخواین که نونتون ترد بشه، روغن رو حذف بکنید، چیز خیلی مهمی نیستش. شروع کنید یواش یواش مخلوط کردن آرد و آب گرمتون. یه دونه لیوان دیگه آب گرم اینجا دارم، یواش یواش اضافه میکنم. با یه دونه دست شروع بکنید به اینو ورز دادن و به قول معروف مخلوط کردن. تقریبا برای این مقدار 1.5 لیوان آب گرم اضافه کردم و با کمی آرد شروع میکنم اونو ورز دادن و کامل مثل یه توپ یه تیکه بشه. ببینید کم کم حالت چسبندگیش به دست داره کمتر میشه. و اینکه نکته ای که هست اینه که با چنگول داخلش نرید و اینجوری چنگش نزنید، با مشت به این شکل فشارش بدین و از زیر بیارینش به رو. بعد از اینکه دیدین کامل به دست نمیچسبه، میتونید بندازینش رو صفحه و دو دستی اونو ورزش بدین. ببینید من وقتی اینجوری مشتم رو روش میکشم، اینجا حالت پارگی پیدا میکنه. میبینید ما انقدر بعد این خمیر رو ورز بدیم که دیگه اتفاق براش نیفته. اتفاق شیمیاییش هم اینه که گلوتنی که داخل آرده باز میشه و این باعث میشه که خمیرتون خیلی یه دست و نرم بشه، اون حالت کیسانش کمتر بشه، وقتی که پهنش میکنید بر نگرده سر جاش. همه اینا با ورز دادن درست انجام میشه. این دستم هم ببینید من نشستم، همینجوری که ورز میدین این خمیرهای که لای انگوشتون گیر میکنه از رو دستتون بر میاد، اصلا نگرانش نباشید. به این شکل ببینید با یک کف دست به سمت جلو فشار بدیم، با این یکی نگرش دارید، این باز میشه، باید این حالت از بین بره داخلش. ببینید بعد از 15 دقیقه 20 دقیقه به این شکل در میاد خمیر. میبینید دستو که میکشم روش کامل احساس میکنید که حالت دنبه‌ای داره. یکی دیگه از نشونه هاش هم اینه که وقتی شما اونو میکشینش به راحتی کش میاد. بعد از اون شروع بکنید اینو یه گلولش بکنید، بذاریدش داخل همون ظرفه، تقریبا به اندازه نیم ساعت بعد استراحت کنه. روش هم با یه دستمال بپوشونید، جاش هم گرم باشه. خب بخاری هم که داغ شد، ساج رو بذارین روش، این هم داغ بشه. بعد از نیم ساعت یه مقدار خمیرمون باد میکنه، از ظرف درش بیاریم. میبینیم که خیلی راحت از بدنه ظرف هم جدا میشه، بدون اینکه حتی آرد و روغن مایه بزده باشیم. خمیر رو به حالت استوانه ای در بیاریم که میخوایم ازش چونه بگیریم، به این شکل. بعد از اون به اندازه یه نارنگی کوچیک به این شکل برش بزنید، یه مقدار آرد روی میز کارتون بریزین. هر کدوم از اینا رو داخل دست شروع بکنید به جمع کردن، گوله کردن، انگار که میخواین پوست روشو انگار بکشین. ببینید چه گرد میشه.
اینو گردش کنید، بذارینش زیر پارچه که خوش نشه. برای باز کردنش اول یه دونه چونه ور میدارین، آرد میریزین زیرش، روش همین مقدار میریزین، با دست یه ذره بازش میکنید. از اینجا به بعد به وردنه احتیاج دارین، این باریکا خیلی بهتره. شروع بکنید یواش یواش باز کردنش. ببینید با دستم این حرکت انجام میدم به صورت گرد باز میشه، یه جورایی به این صورت باهاش بازی میکنم. اگر دیدین که ببینید گیر میکنه به میز، احتیاج داره که دوباره بهش آرد اضافه کنید. آرد بهش اضافه میکنید هم زیرش. تو این قسمت اگر از این وردن باریکا دارین میتونید بندازینش روش، آردم که زدین به این شکل شروع کنید به باز کردنش، ولی باید به اندازه کافی آرد زده باشین. سر حوصله قشنگ با وردنه یه مقدار باز کنید، 90 درجه بچرخونید، یه مقدار دیگه وردنه کنید، دوباره بچرخونید، همینجوری دیگه باز کنید تا به اندازه کافی نازک بشه. بعد از اینکه نازک شد بلندش کنید به همین شکل، پهنش کنید رو ساچ. بذارین قشنگ باد بکنه، کامل یه طرفش پخته بشه. به اندازه کافی که برشته شد برش گردونید، یه حرارت کوچولو همون برش بخوره. ببین چه نونی شد، لطیف، نرم، برشته. به این درست کنید، حالشو ببرین. واقعا این روش درست کردن رو ساجه، همین رو میتونید توی سینی فر داخل فر هم انجام بدید، هیچ کاری نداره. فر که قشنگ داغ داغ شد، حرارتش بیشترین حالت باشه و از زیر باشه، مثل همون ساج، پهن کنی رو سینی. این نون میشه نتیجه یه خمیره درست جا افتاده و خوب باز شده. ببینید